Hello everybody and welcome back. خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی. مثل همیشه من حامد ابوطالبی هستم و توی این جلسه قراره بریم با هم دیگه راجع به گادا صحبت کنیم. اول تلفظش رو گوش بده. گادا. کلا تو زبان انگلیسی توضیح رو بدم راجع بهش. کلا کسایی که نیتیو اسپیکرن یعنی زبان مادرشون انگلیسیه دوست دارن خیلی سریع صحبت کنن. دوست دارن اون منظورشون خیلی سریع بهتون برسونن. مثلا ما کلمه want to رو میگیم wanna. want to معنیش چی میشه؟ یعنی میخوام که. مثلا من میگم I wanna go. میخوام که برم. به جایی که بیام بگم I want to go میگم I wanna go. میخوام برم. خیلی سریع تر میشه. بعضی از این مخففا برای کسایی که میخوان انگلیسی رو تازه یاد بگیرن یه کوچولو درد سر میشه براشون، یه کوچولو براشون سخته که همه رو یاد بگیرن. یعنی علاوه بر این که خود انگلیسی رو، خود اون گرامر یا خود اون کلمه رو یاد میگیرن، باید مخففش هم یاد بگیرن، یه کوچولو براشون سخته. بعضی از این کلمات آدم فکر میکنه که واقعا خودش کلمه است، این مخفف نیستش. گادا از اون دسته از حالا میشه گفت جملاتیه که مخفف شدهش که خود گادا هستش. آدم فکر میکنه که واقعا یه دونه کلمه است، یه کلمه پرکاربرده، در صورتی که گادا خیلی جا میبینیم دیگه تو ریدینگ اسپیکینگ گادا مخففه. حالا دو تا معنی داره گادای من. اولیش به معنی باید، این گادا دو تا معنی داره، باید و داشتن. خب پس گادا دو تا معنی داشت، داشتن چیزی که من دارم و باید، حالا مجبوریه، میتونه از should بیاد، باید. The first example، مثلا من رو ببین، میگه She got a nice voice. She got a nice voice. من چی گفتم؟ گفتم گادا مخففه، درسته؟ مخفف چیه؟ Have got a، یعنی داشتم. Have got a، همون گادا ها، فقط مخفف شده گادا. She got a nice voice. صدای خوبی داره. خب she got a nice voice، اون خانومه صدای خوبی داره، یه دختر خانوم داره گیتار میزنه، به به چقدر خوب میخونه و گیتار میزنه. بعد یکی از اونها میاد میگه she got a nice voice، صدای خوبی داره. پس بچه ها اولین نکته که ما راجع به گادا میتونیم متوجه بشیم اینه که گادا به معنی داشتنه، که have got a بوده مخفف شده شده گادا. she got a nice voice، صدای خوبی داره. یا مثلا the second example، مثال دوم ببین، میگه he got a beautiful car، ماشین خوشگلی داره. آقا یه لامبور داره از خیابون رد میشه، بعد من به خودم میگم واو he got a beautiful car، ماشین خوشگلی داره، به معنی داشتم. مثال آخر she got a English book، کتاب انگلیسی داره. ما گفتیم دیگه گادا اولی معنیش به معنی داشتن، مالکیت، وقتی من یه چیزی دارم. She got an English book، کتاب انگلیسی داره. آقا میخواد انگلیسیشو استارت بزنه ولی یادگیری، میگیم She got an English book، کتاب انگلیسی داره. حالا گادا معنی دومش چی بود؟ به معنی باید بود. یعنی من بخوام بگم آقا شما باید این کارو کنی، باید این کارو کنی، میام از گادا استفاده میکنم که مخفف شده have got to، یعنی تو باید مثلا اینو داشته باشی یا اینو انجام بدی. مخفف شده have got to میشه گادا. برای مثال the first example، مثال اول you gotta be careful، you gotta be careful، باید مواظب باشی. مثلا دوستم میگه بابا ما میخوایم شب بریم جنگل، تو نمیای؟ من میگم من کار دارم. بعد میگه باشه ما دو نفره میریم. بعد میگم او دو نفره، you gotta be careful، باید مواظب باشی. خب you gotta be careful، باید مواظب باشی. و مثال بعدیم you gotta learn English، خیلی همون میگیم که آقا تو باید انگلیسی بخونی. میگه آقا من خواهم مهاجرت کنم، برم خارج از کشور، انگلیسی هم صفره، صفر صفر، یعنی با هیچ کسی نمیتونم انگلیسی صحبت کنم و رابطه بگیرم. بعد منم بهش میگم you gotta learn English، باید انگلیسی یاد بگیری. you gotta learn English. پس حالا متوجه شدیم که آقا گادا دو تا معنی داره، به معنی داشتن she got a nice voice، صدای خوبی داره، و به معنی باید you gotta learn English، تو باید انگلیسی یاد بگیری. یه سوالی که اینجا پیش میاد آقا من الان میپرسم، خب متوجه شدم دو تا معنی داره، باید و داشتن، از کجا متوجه بشم که اینجا معنی بایده اونجا معنی داشتنه؟ خیلی راحت از ترجمه جمله تو میتونی متوجه بشی.
مثال اولی میگه She got a nice voice. صدای خوبی باید، خب معنی نمیدی دیگه، پس باید بگم صدای خوبی داره، برم طرف مالکیت به معنی داشتن. از توی ترجمه خود جمله خیلی راحت تو میتونی متوجه بشی که معنی باید میده یا معنی داشتن میده. گادا. خیلی مخلصیم و خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو من رو همراهی کردی. حتما حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله بغلم بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم به خبر بده. یه مثال با گادایی که معنیش میشه داشتن بزن، یه مثالم با گادایی که معنیش میشه باید بزن و کامنتش کن. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو من رو همراهی کردی.